همونطور که قبلا دیدیم ما میتونیم ایمیوتبل ولیو ها رو تعریف کنیم که فقط قابلیت اینو دارن که یک بار اساین بشن در مقابل اون این قابلیت رو داریم که وریبل هایی تعریف بکنیم که چندین بار میشه بهشون اساینمنت انجام بشه یعنی یک ریفرنس که میتونه به آبجکت های مختلفی اشاره بکنه برای این کار از کلمه کلیدی ور استفاده میکنیم اینجا میتونیم یک مثال ازش ببینیم برای مثال من یک وریبل دارم به نام age و مقدار اون 20 هست من میتونم این مقدار رو عوض بکنم و مساوی 21 قرارش بدم و یا مساویه 22 مشکلی نداره هر چند دفعه که بخوام میتونم مقدار این وریبل رو تغییر بدم یک مفهومی که ما نیاز داریم باش آشنا بشیم Expression Oriented Programming هست فرق عمده وجود داره بین مفهوم Instruction و Expression معمولا توی زبان های زبان‌های زبان های دستوری که معمولا هم رویهی هستند ما از اینستراکشن‌ها ها استفاده میکنیم اینستراکشن‌ها ها اجرا میشن یک ساید افکتی برای سیستم دارن و معمولا خروجی بر نمیگردونن برای مثال حتما مشاهده کردید که توی زبان های معمولا ما چندین اسانیمنت انجام میدیم یک حلقه روی سید از اینستراکشن‌ها ها انجام میدیم و در آخر یک مقداری رو ریترن میکنیم حتی اون ریترن کردن هم خودش یک اینسترکشن هست اما توی اکسپرشن اورینتد پروگرامینگ ما به این شکل برنامه رو نمی نویسیم برنامه تشکیل میشه از مجموعه از اکسپرشن ها که پشت سر همدیگه اجرا میشن و هر کدوم یک ولیوی رو تولید میکنن یعنی قابلیت رو اینو دارن که اون ولیو به یک مقداری اساین بشه برای مثال شما حتما دیدید که تو خیلی از زبان برنامه نویسی اگر شما کاندیشن رو با ایف تعریف بکنید خود ایف مقداری رو به شما بر نمیگردونه و شما در داخل بدن ایفتون چندین اینستراکشن رو داخل اون اجرا میکنید و یک مقداری حالا یا توسط اون حلقه تولید میشه که توسط یک ساید افکتی بهش دسترسی پیدا میکنید یعنی یک متغیری خارج اون حلقه دارید مقدار اون رو تغییر میدید و انتها اون مقداری که در اسکوپ بالاتر هست رو میخونید و یا یک تغییر در اون سیستم میدید و حالا اون تغییر یک کاری رو برای شما انجام میده اما وقتی که شما مفهوم اکسپرشن رو دارید یعنی خود حلقه میتونه یک خروجی داشته باشه یعنی شما میتونید یک متغیر تعریف بکنید و خروجی حلقتون رو مساوی اون متغیر قرار بدید و یه که توی این مثال میبینید شما میتونید یک ایف کاندیشن داشته باشید و یک متغیری و مساوی اون ایف کاندیشنتون بذارید میتونیم اینجا یک مثال ببینیم که بیشتر با این موضوع آشنا بشیم برای مثال من اول یک ولیو تعریف میکنم به نام ویوان و مقدار اونو میذارم یک حالا میگم که یک ولیو جدید به نام v2 تعریف میکنه و میگم که if v1 مساوی یک بود به من بگو ترو در غیر این صورت به من بگو فالس خب مشاهده میکنیم که اگه من الان v2 رو دوباره اجراش بکنم مقدار اون ترو هست درسته که همین استرینگ توری هستش که من اینجا برگردوندم اکسپرشنی هست که من اینجا نوشتم من نه از ریترن استفاده کردم نه از ویژگی خاصی فقط خروجی این دستور ایف من یک ولیوی هست که اسایی میشه به ویتو. این ویژگی رو توی خیلی از زبان ها به عنوان اینلاین کاندیشن داریم اما خیلی سطح پایین تری داره یعنی خیلی محدودیت ها روش وجود داره و خیلی از کار باش نمیشه کرد اما ما به وفور از این امکان توی اسکالا استفاده میکنیم تا برنامه هامون رو بنویسیم خب ویژگی دیگه که خواهیم دید اینه که میتونیم یک اکسپرسیون رو در بیش از یک خط تعریف بکنیم همونطور که توی این مثال مشاهده میکنید یک ولیوی به نام ولیو تعریف شده یعنی یک ایمیوتبل ولیوی داریم به نام ولیو که اونو مساوی قرار دادیم با جمع اعداد یک دو و سه و اون رو در سه خط مختلف نوشتیم اینجا یک best داریم میگیم که اگر میخواید این کار بکنید بهتر اینه که آخرین دستور هر یک از خطوط یک آپریتوری باشه که دوتا اپرند میگیره اپرند یعنی عملوند های ما که اینجا یک و دو و سه هستن ما دوتا عملگر جمع داریم میگیم بهتر که هر خط با یک آپراتور به پایان برسه این باعث میشه که کامپایلر هیچ وقت خطا نکن. توی زبان اسکالا چون قابلیت اکسپرشن رو داریم این امکان رو داریم که یک بلاک رو اساین بکنیم به یک ولیو همونجوری که توی این مثال مشاهده میکنید من یک ولیوی تعریف کردم و مقدار اون رو گذاشتم مساوی مجموع دو عدد یک و دو بعد از اینکه این محاسبات انجام شد ولیوی که از این اکسپرسیون به دست میاد به این متغیر ولیوی ما اساین میشه و ما از این به بعد میتونیم از اون استفاده بکنیم میتونیم یک مثال در این مورد ببینیم تا بیشتر با این موضوع آشنا بشیم بذارید من برم تو محیط پیست من میخوام یک متغیر تعریف کنم یک ولیو تعریف کنم به نام فول نیم و مقدار اون رو بذارم مساوی باشه با وقتی که یک نیمی داریم به نام سروش و یک لست نیمی داریم مساوی سرابادنی و میخوایم مقداری که به اون ارسال میکنیم مساوی باشه با نیم یک اسپیس و لست نیم خب همونطور که مشاهده میکنید خروجی این کد که در این بلاک نوشته شده میاد و اسایی میشه به متغیر فول نیم که به صورت یک ایمیوتبل ولیو هست یعنی دیگه ما نمیتونیم اونو به یک به یک آبجکت دیگه اساین بکنیم خب من اگر الان دوباره پرینت کنم مقدار فول نیم رو شما مشاهده میکنید که اسم و فامیلی من چاپ میشه یک مفهومی بودش که ما در مقدمه به اون اشاره کردیم و گفتیم که زبان اسکالا یک زبان لایت ویتیه حالا اینجا میتونیم با این ویژگی بیشتر آشنا بشیم که چرا این صحبت میشه که این زبان یک زبان لایت ویدی. خب اگه با دقت به این کد نگاه بکنیم میبینیم که در خط اول یک ایمیوتابل ولیو داره تعریف میشه با نام لایت ویت گفته میشه که اگر اسکالا با حرف S شروع میشه این قطعه کد اجرا بشه در غیر این صورت این اکسپریشن اجرا بشه خب چون اسکالا با حرف اس شروع میشه حتما اون اسکوپ داخلی انجام میشه اما اینجا داریم یک ویژگی خاصی رو میبینیم میبینیم که استارت سویت که یک متدی بر روی آبجکت های استرینگ بدون هیچ داتی اومده یعنی نیازی نیستش که وقتی شما دارید اپ، یک متدی رو استفاده میکنید که تنها یک پارامتر, پارامتر میگیره از دات استفاده کنید و می میتونید متد رو با اسپیس از آبجکتتون جدا بکنید خب این قابلیت فهم رو بیشتر میکنه مثل میمونی که شما دارید واقعا با سیستم صحبت میکنید و اگر این کد رو به یک دومین اکسپرت نشون بدید بهتر متوجه میشه و همونطور که میبینید بعد از استارت سویت دور اسم ما پرانتزی نذاشتیم پرانتز هم حذف شده چون فقط یک پارامیتر میگیره توی خط بعدی یک ایمیوتبل ولیو به نام اسکال تعریف شده و بعد از اون ما سمیکالنی نداریم این باز یک دلیل دیگه است که میگن این زبان لایت ویت همچنین توی خط آخر میبینید که شما نیازی به نوشتن ریتر ندارید یعنی شما یک مجموعه از اکسپرشن ها دارید اجرا میکنید و آخرین اکسپرشنی که اجرا میشه ولیوش اصلاحی میشه به متغیر لایت ویت حالا هرچقدر بیشتر تمرین بکنید بیشتر این مفاهیم رو متوجه میشید و میبینید که چقدر به شما کمک میکنه تا راحت تر بتونید برنامه نویسی بکنید تا راحتتر بتونید برنامه هایی که بقیه نوشتن رو متوجه بشید خب بعد اینکه بیشتر با این زبان آشنا بشید میتونید از مستندات خود زبان استفاده کنید در دو تا لینک زیر قابل دسترس هست اولی داکیومنتیشن خود اسکالا لنگ رو در اختیار شما میذاره و دومی هم کارنت ای پی هست که کل ای پی آی های موجود رو توسط یک فرمتی به نام جاوا داک که اگر با جاوا آشنایی داشته باشید حتما در مورد این داکیومنتیشن میدونید در اختیار شما قرار میده که میتونید مطالعه بکنید یک محصول دیگه که میتونید استفاده کنید تا هرچه سریعتر با این محیط اسکالا و اکوسیستم اسکالا آشنا بشید نرم افزار اکتیویتور هست که میتونید در وبسایت تایپ سیف دانلود بکنید با استفاده از اکتیویتور میتونید خیلی سمپل های نوشته شده به زبان اسکالا و خیلی فریم های مختلف رو مثلا پلی فریم آکا اسلیک و خیلی فریم های دیگر رو مشاهده بکنید کدشون رو ببینید به عنوان یک تمپلیت ازشون استفاده کنید و ایده بگیرید خب ما به انتهای این درس هم رسیدیم تا به اینجای کار یک مقدماتی از زبان اسکالا رو یاد گرفتیم و متوجه شدیم که سینتکس اسکالا به صورت کلی به چه شکلی هست و میتونیم که در درس بعدی با مفاهیم آبجکت اورینتد این زبان آشنا بشیم پیشنهاد من به شما اینه که در این بازه زمانی شما بیشتر خودتون رو با سینتکس این زبان آشنا بکنید ماننده در صورت حلقه دستورات ایف و یه مقدار با اینا بازی بکنید تا بیشتر دستتون روون بشه توی این زبان و در کناری من به شما پیشنهاد میکنم که یک آیدی ای که متناسب با خودتون هست یعنی بیشتر روی اون تمرکز دارید و تسلط دارید رو انتخاب بکنید و پلاگین اسکالا رو روی اون نصب بکنید در حال حاضر شما میتونید از نت بینز استفاده بکنید میتونید از انتل، انتلیجی استفاده کنید و میتونید از خود اسکال آیدی ای استفاده کنید که بر اساس یعنی بیسش اکلیپس هست من به شما پیشنهاد میکنم که از انتلیجی آیدی استفاده کنید شما میتونید از کامیونیتی ادیشن ای ای انتلیجی آیدی استفاده کنید و روی اون پلاگین اسکالا رو نصب کنید و به راحتی باهاش کار بکنید داکیومنتیشن خیلی زیادی روی اینترنت میتونید پیدا کنید که چجوری میشه این محیط رو ستاپ کرد اما اگه به مشکلی خوردید و نتونستید این کار رو به درستی انجام بدید خوشحال میشم که بهتون کمک کنم از طریق وبسایت شخصی من یا ایمیل من میتونید با من در ارتباط باشید و سوالتون رو بپرسید